سلام، خوش آمدید به این صفحه دوی زنده. 10 سال پیش در این روزها ایران ملتهب بود، در پی انتخاباتی که 3 نامزد ناکام آن معتقد بودند آرا شمرده نشده و نتیجه‌ای که اعلام شده نتیجه واقعی نیست. صدها هزار و بلکه میلیون ها نفر در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ دیگر به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند. اعتراضات با پاسخ تندی همراه شد. صدها نفر بازداشت و زندانی شدند، ده ها کشته به جا ماند و هزاران نفر کشور را ترک کردند. در ماه‌های بعد جنبشی شکل گرفت که نامش را وامدار رنگ انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از نامزدان معترض بود. جنبش سبز اما محدود به طرفداران آقای موسوی نماند. طیفی گسترده از منتقدان تا مخالفان جدی نظام جمهوری اسلامی به آن پیوستند. به نظر بسیاری این اتفاقات ایرانی دیگر ساخت و تأثیراتش بسیار فراتر از یک جنبش سیاسی بود. 10 سال بعد حالا می شود نگاهی بیرونی تر و دقیق تر به این تأثیرات داشت. این برنامه را در 2 بخش تهیه کردیم. در بخش دوم درباره تأثیرات سیاسی و اجتماعی جنبش سبز با 2 استاد سرشناس دانشگاه گفتگو می‌کنیم. اما در قسمت اول برنامه به همراه همکارم حسین باستانی مروری داریم به تحولات 10 سال پیش که به نظر میاد هنوز ناگفته‌های زیادی از اون باقی مونده که ذره به ذره داره خارج میشه و ما میشنویم و اونها رو میبینیم. از جمله حسین، این ماجرای اخیر صحبت‌های سنور سرشناس ترین فرمانده های سپاه یا اعضای ارشد سپاه که پیشتر تیکه‌های کوتاهی از اون صحبت‌ها رو شنیده بودیم، الان فیلم کاملش منتشر شد. بله دیگه، فرمانده وقت سپاه، فرمانده وقت بسیج و نماینده وقت ولی فقیه در سپاه پاسداران. خب نکته اینه که فارغ از محتوای اینها، نفس اینکه 4 ساعت فیلم بعد از 10 سال در واقع منتشر میشه، یعنی به عبارت دیگه در طول این 10 سال اینها جز بخشای محدودی ازش که در واقع منتشر شده بود بقیه‌اش مخفی مونده بوده با وجود اینکه اطلاعات مهمی هم توش هست، نفس این مهمه، نشون میده انگار پرونده داستان به لحاظ اطلاعاتش هنوز بسته نشده. خب مضمون اونها البته مهم بود، یعنی اون چیزایی هم که اخیرا منتشر شده خب خیلی‌هاش به لحاظ اطلاعاتی که توش هست واقعا قابل توجهه. مثلا حالا چون قبلا دیگه به صورت مفصل بهش پرداخته شده وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی مثلا اینکه فرمانده سپاه داره تعریف میکنه که در واقع قبل از 12 خرداد 88 یک روند نزولی آرای آقای احمدی نژاد طی کرده بود، به زیر 50% رسیده بود. به زیر 50% یعنی اینکه نمیتونسته برنده انتخابات در فاصله قابل توجهی تا 63% داره به هر حال. بله و خب انتخابات نمیتونسته در مرحله تموم بشه. خب البته ایشون داره به این صورت میگه که خب بعد از مثلا 13 خرداد این روند تغییر کرده، ولی نفس این که داره میگه مهمه دیگه. اگر که شما نظرسنجی های رسمی دستگاه حکومتی رو که خب منتشر نمیشد دیگه اینها رو ملاک بگیرید، خب این نظرسنجی ها از بعد از 13 خرداد انجام شده که دیگه ایشون رو ذکر نمیکنه. واقعیت اینه که نظرسنجی ها تا بلافاصله قبل از انتخابات انجام شده و آخرین نظرسنجی قبل از انتخابات هم همین بوده. یعنی او هم در واقع نشون میده که انتخابات نمیتونه در مرحله اول تمام بشه و باید بره مرحله دوم. در اوایل تیر ماه آقای زاکانی در یک جمعی به اون اشاره کرد برای اولین بار، گفتش که نظرسنجی های مشخصا وزارت اطلاعات و وزارت کشور که در واقع دم انتخابات انجام شد و نتایجش روز قبل از انتخابات بیرون اومد نشون داده که انتخابات میره مرحله دوم. البته ازش نتیجه میگرفت که ببین در کجاها هم نفوذ کردن، حتی وزارت اطلاعات و حتی مثلا وزارت کشور. یا آقای جعفری خب اشاره میکنه به اینکه تمام تخمین های قبل از انتخابات قاعدتا داره باز به نظرسنجی دستگاه های رسمی اشاره میکنه در خصوص میزان مشارکت، نشون میداد که 30 میلیون حد اکثر 32 میلیون شرکت خواهند کرد. در نتیجه وقتی 39 میلیون حدود 40 میلیون شرکت کردن خیلی ها مسئله دار شدن که خب آخه این تفاوت از کجا میاد؟ تفاوت بین در واقع 39 40 میلیون یا و 32 میلیون هم از قضیه یک عدد معنی داره دیگه. این صحبتی آقای جعفری مال 2 هفته بعد از انتخاباته، ولی این همین تقریبا همون 8 میلیونیه که در سالهای بعدش خبرساز شد دیگه. همین حالا آقای خاتمی، کوچک محمد رضا خاتمی، داره برای همین محاکمه میشه. در واقع این از اون وقتی مطرح بوده که خب این حدود 8 میلیون تفاوت از کجا میاد. و به هر حال گذشته از مضمون این صحبت‌ها، نفس این که 10 سال این اطلاعات پنهان نگه داشته شده، مثلا همین سخنرانی ها، خب نشون میده که
حکومت وقتی بخواد پنهانکاری بکنه در چه ابعاد بزرگی میتونه این کار رو انجام بده. و واقعیت اینه که این روند از همون ابتدای انتخابات شروع شد. اگر ما تصویر اول بتونیم ببینیم، از همون ابتدا بسیاری از اطلاعاتی که منتشر شد در وبسایت‌های مختلف به صورت آنلاین در واقع در دسترس قرار گرفت، اینها در واقع حذف شدن. مثلا حالا این مال سایت تابناک بوده، هشداریه که کارکنان وزارت کشور قبل از انتخابات دادن که آقا یه کاری دارن میکنن تو وزارت کشور. این در واقع این بوده روی وبسایت و بعد حذف شده در اون صفحه حذف شده شه و این صفحه‌ای که در واقع فریز پیجه، یعنی توی حافظه ی آرشیو در واقع اینترنت باقی مونده. یا اگه تصویر بعدی بتونیم ببینیم، باز یک مثالیه که تصویر بعدی هم همینه، یعنی خبری بوده که حذف شده پر از اینا، یعنی مجموعه وسیعی از اینجور اطلاعاتی. حالا این در مورد 170 تا شهرستانی که آمار در واقع آرای غیر طبیعی داشتن که آقای رضایی اشاره کرده بوده در این صحبت‌های، بعد این به راحتی برداشتن. خیلی از اینها واقعا برداشته شدن، خیلی از اساسا وبسایت‌هایی که این چیزا رو منتشر می‌کردن و وبسایت‌ها کلا از دسترس خارج شدن. بسیاری از در واقع آرشیو‌ها از بین رفتن. اگر ما بتونیم تصویر بعدی رو ببینیم خوب خواهد بود. این مثلا خبرگزاری فارس بوده که آمار در واقع وزارت کشور رو که منتشر شده بوده در مورد شهرستان‌های مختلف استان به استان داشته، استان به استان منتشر کرده بوده. تمام این لینک ها الان کار نمی‌کنه، چون که خود وزارت کشور اینا رو از اساس خارج کرده، چون حالا تمام اینها دردسر ایجاد کرد. یعنی توش تناقض بود. یعنی وقتی که افراد برن تو جزئیات این آمار و ارقام، چیزایی دیده میشه که منطقی به نظر نمی‌رسه. بله، که معلوم میشد که اتفاقات عجیبی افتاده. همه اینا در سایت وزارت کشور که بلافاصله از اساس خارج شد و جاهایی هم که لینک داده بودن همینطور. اگه بتونید تصویر بعدی رو ببینیم، باز این نمونه دیگه ایه. ببینید مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که خب بالاخره در اون زمان پای کار انتخابات بود، اساسا نمیدونم الان کیفیتش خوبه یا نه، اساسا قبل از 89 ببینید دیگه اصلا آرشیو موجود نیست. درست. یعنی اساسا اتفاقات 88 رو دیگه شما در آرشیو ایرنا نمیتونید پیدا بکنید. یعنی میخوام بگم به صورت گسترده این اتفاق افتاد و حذف شده. بله، در هفته های اول انتخابات البته خب اینها جلب نظر میکرد، دستکاری که توی اطلاعات منتشر شده صورت میگرفت، بعد دیگه کم کم افکار عمومی البته حساسیت چه از دست داد، این کار راحت تر انجام شد. اگه خاطرتون باشه یکی از اون اولین چیزایی که خبرساز شد مثلا آرای آقای رضایی بود، حالا در واقع که کاندیدای اصولگرا هم بود. اگر بتونیم تصویر بعدی رو ببینیم، ایشون اگه بخوام عدد دقیقو نقل بکنم تا 19 میلیون و 700 هزار تا، اگه بتونیم تصویر بعدی رو ببینیم، 19 میلیون و 700 هزار تا رأی که شمرده شده بود، حدود 630 هزار تا رأی براش اعلام شد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. 2 میلیون رأی دیگه شمردن، آرای آقای رضایی 45 هزار تا کاهش پیدا کرد. یعنی حالا فوقش اینه که توی میلیون هیچ 2 میلیون هیچ کی بهش رأی نداد دیگه، رأیش کم که نمیشه که. اون زمانی بود که آقای محسن رضایی داشت به هر حال ناسازگاری میکرد، البته بعداً اعلام تبعیت کرد که اعتراضاتش رو متوقف کرد، ولی اون زمانا داشت خیلی اعتراض میکرد. و اینها مثلا نمونه‌ای از چیزایی که در اون زمان در تلویزیون نشون داده شد. یا یه نمونه دیگه که در واقع اگر بتونیم تصویرش رو داشته باشیم جالبه، این خبری بود که فردای روز انتخابات خبرگزاری ایرنا در واقع این خبر رو منتشر کرد و منابع مختلف هم ازش نقل کردن، از جمله مثلا روزنامه کیهان که میگفت رقبای آقای احمدی نژاد حتی تو زادگاه‌های خودشون هم رأی نیاوردن. این همون مسئله که برای آقای کروبی خیلی آقای کروبی، البته خب اینو داشت میگفت آقای رضایی هم همینطور بوده، میگفت آقای موسوی هم همینطور بوده. خب این خیلی سر و صدا ایجاد کرد دیگه. از وزیر کشور توی کنفرانس خبری پرسیدن آقای صادق محصولی وزیر وقت کشور که آخه چطور همچین چیزی ممکنه، که حالا چه دلیلی داره که کاندیدا توی زادگاهشون بیشتر رأی بیارن. بله. آقای در واقع دانشجو که رئیس صدر انتخابات بود، او دوباره در معرض این پرسش قرار گرفت، خب من نمیدونم، ما فقط رأی رو اعلام میکنیم. یعنی خیلی حالا ظاهر بی‌طرفانه و اینها، ولی خب این شر شد به این خاطر که در زادگاه‌ها که معمولاً جاهای کوچیکی بودن میشد بالاخره افراد همدیگر میشناختن، بیشتر میشد فهمید چه اتفاقی افتاده. راه حل وزارت کشور واسه این مشکلی که پیش اومده بود چی بود؟ این خبر منتشر شده بود، به راحتی یک خبر دیگه منتشر کردن، گفتن نه اصلا همین چیزی نبوده، در زادگاه‌هاشون رأی آوردن. البته گفتن دو تاشون رأی آوردن، یکیشون آقای موسوی، آقای رضایی رأی آوردن، آقای کروبی دوم شده. به عبارت دیگه اصلا منکر شدن که همچین اطلاعاتی منتشر شده و بعد هم از این موضوع وارد شدن که کسانی این اتهامو زدن که یه همچین چیزی گفته شده در حالی که همچین چیزی اصلا ما نگفتیم. خب به هر حال در آرشیو ها هنوز موجوده، یعنی میشه ردش رو پیدا کرد. یا یه نمونه دیگه ای که در واقع البته هنوز ما تصویرش رو نمیخوایم نشون بدیم، ولی یه اتفاق دیگه ای که افتاد مسئله آرای باطله بود دیگه. آرای باطله اگه خاطرتون باشه تا حدود 30 میلیون رأی که شمرده شد هیچ رأی باطله‌ای وجود نداشت.
خب اعتراض بالا گرفت که مگه میشه هیچی رأی باطلی وجود نداشته باشه. باز هم وزارت کشور مثلا خیلی راحت حل کرد، تا 30 میلیون رأیش رأی باطلی اعلام نشده بود، چند ساعت متوقف شد اعلام نتایج، بعد یه دفعه نتایج نهایی اعلام کردن، 400,000 هم گفتن حالا این رأی باطله. که آقای کروبی کمتر از اونم رأی آورده بود. بله. با آقای کروبی مشکل خاص داشتن در اون انتخابات، حالا اون بحث جداگانه‌ایه. توضیحش این بود که از طرف وزارت کشور که خب ما رأی باطله رو همه رو آخر اعلام کردیم، ولی خب اینطور نبود، به این خاطر که مقاله دیشب ما در واقع توی سایت گذاشتیم در همین خصوص به نام محرمان‌های انتخابات، در یه جاهای توضیحات عددی دقیق‌تر داده شده. مثلا در نوبت‌های قبلی وقتی اعلام می‌شد که این 4 تا کاندیدا این تعداد رأی آوردن، شما وقتی جمع می‌زدید آرای این 4 تا کاندیدا رو، می‌شد دقیقاً تعداد آماری که وزارت کشور گفته شمرده شده و نه اعلام شده. آرای شمرده شده می‌شد مجموع اون 4 تا کاندیدایی که اعلام شده بود، یعنی اصلا رأی باطلی وجود نداشت. خب این هم اصطلاحاً شر شد، گفتن حالا این 400,000 تا هم آرای باطله. و به همین ترتیب در سال‌های بعد هم آرشیوها و حتی مستندات رسمی دستگاه‌های حکومتی دستکاری شد. یه نمونش وقتی بود که در واقع بعد از انتخابات 92، اگر برگردیم ببخشید سر تصویر قبلی، همون تصویر قبلی که داشتیم، بعد از انتخابات 92 اتفاقی که افتاد این بود که در واقع شورای نگهبان یه گزارش آماده کرد. گزارش شورای نگهبان یک سال بعدش البته آماده شد، یعنی تیر 93. در این گزارش اومدن حالا یک رجوعی هم بکنن به اتفاقات سال 88 و گفتن که در سال 88 یکی از ایرادایی که می‌گرفتن به انتخابات این بود که در واقع در تعداد زیادی از شهرستان‌ها تعداد آرایی که در یک شهرستان داده شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط بود، یعنی تعداد کل کسایی که می‌تونستن رأی بدن. شورای نگهبان در گزارش تیر 93 گفتش که خب ببینید در انتخابات 92 هم 11 شهرستان، اگر ببخشید بتونیم برگردیم به تصویر قبلی، به نظر میاد که مشکل فنی داره، یه مشکل فنی کوچیک پیش اومده. در واقع شورای نگهبان اعلام کرد که ببینید در انتخابات 92 هم 11 شهرستان تعداد واجدین تعداد آرایی که مردم ریختن بیشتر از تعداد واجدین شرایط بوده. خب این چیزی بود که نباید اعلام میشد، به این خاطر که در واقع تأیید میکرد حرف کسانی رو که ایراد گرفته بودن به انتخابات 88 از این زاویه که تعداد شهرستان‌هایی که نرخ مشارکتشون بالای 100% بوده از تمام انتخابات‌های دیگر جمهوری اسلامی به میزان عجیبی بیشتر بوده. بله. و این 11 تایی که در 92 نشون داده بودن اون وقت قرار می‌گرفت در کنار 60 شهرستان بالای 100% در انتخابات، یعنی 6 برابر تقریبا در اون انتخابات درصد بیشتر و این خب تایید می‌کرد که پس 88 مشکلی داشته. شورای نگهبان مشکل چجوری حل کرد؟ اینجوری حل کرد که اون 11 که در گزارش رسمیش اومده بوده اون عدد 11 رو عوض کردن 23، که البته هنوز هم با آمار 88 فاصله داشت ولی کمتر اصطلاحا توی ذوق می‌زد. منتها مشکل اینجا بود که رسانه‌های مختلف، مثلا شما این تصویر که می‌بینید رجل نیوز به هر حال حامی شورای نگهبانه، در رسانه‌های مختلف اون عدد 23 اون عدد 11 قبلی باقی مونده بود، الان رجل نیوز به نقل از شورای نگهبان همون 11 تای قبلی باقی مونده، در حالی که توی سایت شورای نگهبان و تو سند پی دی افشون کرده بودن 23. اگه بتونیم تصویر بعدی رو ببینیم، یه نمونه دیگر از نشریاتی هستش که با مبنا قرار دادن گزارش اولیه شورای نگهبان قبل از اینکه تو متنش دست ببرن همون عدد 11 رو منتشر کردن به عنوان تعداد شهرستانهایی که در سال 92 در واقع نرخ مشارکت بالای چیز داشتن، بالای 100% داشتن. و این نمونه هایی بود از در واقع دست بردن ها در مستندات که به کرات اتفاق افتاد و به صورت گسترده اتفاق افتاد. یه جمله مترجم البته بگیم، این 60 شهرستانی که در انتخابات 88 گفتیم نرخ مشارکت بالای 100% داشتن، اینا تمام حوزه های دارای نرخ مشارکت غیر طبیعی نبودن ها، به این خاطر که مثلا حوزه‌ای که نرخ مشارکتش 99% باشه اونم غیر طبیعی نبودش. اگر ما بخوایم اونایی که بالای 95% بودن تا حدود 200% در سطح شهرستان ها 95% تا 140% در سطح بخش ها البته تا بالای 200% هم میرفت، در سطح شهرستان ها حوزه هایی که نرخ مشارکت بین 95% تا 140% داشتن حداقل 125 تا بود. چرا ما میگیم حداقل 125 تا؟ به این خاطر که خب مثلا این آماری بود که با یک نگاه خوشبینانه، چون شورای در واقع وزارت کشور وقتی که آرا رو اعلام میکنه مثلا میگه در این شهرستان اینقدر رأی دادن، ولی تعداد واجدین شرایط دیگه توی ستون جداگانه نمیره، تعداد واجدین شرایط شما باید از سرشماری ها در بیارید.
دو جور اگه استخراج کنید، چون که سال 88 که سرشماری نبوده که، یا 85 ملاک میگیرید یا 90 ملاک میگیرید، بر مبنای دو شیوه استخراج شما به عددهای متفاوت ممکنه برسید به عنوان واجدین شرعی در هر شهرستان. حداقل 125 تاست، ولی این که میگیم حداقل 125 تاست، هم ستاد آقای موسوی، یعنی هم آقای موسوی در نامه که به شورای نگهبان نوشت، هم آقای کروبی در نامه که به شورای نگهبان نوشت، اولی 6 تیر دومی 7 تیر، و هم آقای محسن رضایی در صحبتی که در برنامه زنده تلویزیونی گفت، تعداد حوزه های دارای مشارکت غیر طبیعی رو نه 125 تا، اونا حدود 170 تا گفتن. متوجهم. بذار ما این فیلمو ببینیم، چون داریم صحبت های آقای رضایی رو، جز معدود چیزایی که از اون موقع به این شکل باقی مونده. ببینیم اون یوتیوب بوده ولی من تو سایت برداشته شده. بله بله. شکایت های خودمون رو به شورای نگهبان انجام دادیم. مثلا ببینید، خب الان 170 تا حوزه رأی هست که اینا بالای 95% تا 140% مردم رأی ریختن. من گله دارم از آقایون وزارت کشور که میگن این آقایون شکایتی نکردن. خب شما 170 تا حوزه انتخاباتی ما داریم که از 95% تا 140% رأی ریختن. همون صحبت گفتیم. البته میگم حالا تو مطلبی هم که ما دیشب منتشر کردیم، ما حالا اون 170 تایی که ایشون و آقای کروبی آقای موسوی گفتن ملاک کردن، اون عدد محافظه کارانه تر ملاک کرده دیدیم، یعنی 125 تا حوزه. متو 125 تا حوزه داریم از 366 تا حوزه کشور میگیم، یعنی 366 شهرستان در اون زمان. یعنی در واقع در خوشبینانه ترین حالت در یک سوم شهرستان های ایران شما یک نرخ نزدیک 100% داشتید یا بالاتر از 100% داشتید. حالا با این حسابی که آقای رضایی و آقای موسوی و آقای کروبی گفتن که تعداد شهرستان اداره مشارکت حدود 100% حدود نصف میشه، نصف کل شهرستان کشور میشه. البته خب جواب وزارت کشور این بوده که خب همه که در شهر خودشون رأی ندادن، بعضیا دانشجو بودن، مسافر بودن، چی بودن، جای دیگه رأی دادن. این قابل فهمه که مثلا چه میدونم 5% 6% 7% فوقش 10% این اتفاق بیفته، ولی وقتی میره به یک سوم کل کشور یا به تعبیری که الان گفته شد حدود یک دوم شهرستانه کل کشور، و وقتی که این از تمام انتخابات های پر از اشکال دیگر ایران به شدت بیشتره در یک ابعاد خیلی متفاوتی، معلومه تو این انتخابات یک اتفاق کاملا متفاوتی افتاده که اون خب مبنایی هست برای زیر سوال بردن کل داستان. این که چطور شده که این میزان در واقع تفاوت ایجاد شده، البته خب شما میتونید تحلیل ها و تفسیرهای مختلف روش داشته باشید، ولی یکی از اون چیزهایی که بعد از انتخابات به دفعات مطرح شد و همون دادگاهی هم که اخیراً تشکیل شده برای محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم سر اون هست، این توضیحه که اونها معتقدن خب همه این صندوق ها با تمام اشکالی که در همه انتخابات ها در ایران وجود داره، یعنی تو صندوق ها دستکاری میشه، مثلا فرض کنید رای خرید و فروش میشه، شناسنامه یکی دیگه میگیره رای میده، اعراب میشه، همه این کارا همیشه میشده، 88 هم شده. اما اونا معتقدن که در افراد مختلفی از بین هم اصلاح طلب با هم اصولگرایان اینو مطرح کردن در گذشته، حالا بهش اشاره میکنیم. اونا میگن همه این اتفاق افتاده ولی در اتاق تجمیع 8 میلیون رای دیگر اضافه شده و اصطلاحا تخت شده در سراسر کشور، و این باعث شده مثلا فرض کنید حوزه‌ای که به صورت طبیعی با تمام مشکلاتی که حالا در اون حوزه وجود داشته نرخ مشارکتش مثلا شده 70%، وقتی که اون سهم خودش رو از این 8 میلیون اون شهرستان گرفته، حالا مثلا اون 70% 75% شده نزدیک 100%، یا اینکه 90% یا 95%، این شکلی این آمار غیر طبیعی بالا رفته. و اگه خاطرتون باشه روز انتخابات، از صبح روز انتخابات گزارش های متعددی منتشر شد در مورد کسانی که میخواستن رای بدن و نمیتونستن، به مشکل برخورده بودن، در جاهای مختلف خواسته بودن رای بدن، مثلا در جاهای حتی ظهر تعرفه‌ها تموم شده بود، البته حالا بعدن اومده بود ولی مردم کلی معطل شده بودن، یا شب آخر شب در حالی که خب حکومت ادعاش این بود که نرخ شرکت در انتخابات شکسته شده، طبیعتا همه انتظار داشتن که لابد تا نزدیک ساعت 12 تمدید بشه زمان رای دادن، 9 و 10 دیگه تمومش کردن. در نتیجه کسانی واقعا نتونستن رای بدن. همون موقع فیلم هایی اومد از این که مردم میخواستن شرکت کنند و نمیشد. همون موقع فیلم هایی اومد که نمیدونم میخوای الان فیلم رو اول اگر... ببین بله. این فیلم مربوط به حضور مردم مقابل صندوق های رای رو ببینیم. این هست که های مردم آرداده شروع کرده، هیچ
صندوق‌ها رو بستن. از پیروزی من اومدم اینجا. از پیروزی اومدم اینجا. کل این جمعیت هم اینجا. آقا میگن مردم و خونه‌شون رو می‌خوام رای بدم. اینا باعث شوره شدن. من می‌خوام رای بدم. مردم رو دیگه داشتن زنگ زدن یکان ویژه اومده. توهین از این بالاتر به مردم. مردم رو چقدر اینجا اومده. بیا یکان ویژه رو بگیر. اومدن بزنن ما رو. بخشی از فیلمی هست که حالا تبلیغش رو هم دیدیم قبل از برنامه، در برنامه آپارات قرار هست پخش بشه 22 خرداد. از پناه فرد. بله. این ماجرای نبودن بنزه کافی تعرفه و اینها البته در بقیه انتخابات هم بود، ولی در اون سطح ظاهرن در اون سطح میشه. واقعا یعنی اون هم بازی که از اتفاقات بی سابقه دیگه بود. باز من بگم این 8 میلیون البته از بعد از انتخابات مطرح شد، یعنی اولین کسی هم که مطرح کرد باز آقای زاکانی بود، یعنی نماینده اصولگرایی که در یک سخنرانی عنوان کرد و نقل کرد این رو که بعدن حالا کسای دیگه هم نقل کردن که آقای محسن رضایی در واقع اولین کسی بود که این مسئله رو عنوان کرده که 8 میلیون اضافه کردن. حالا بعدن در جای دیگه هم تکرار شدیم. بس شاید وقتی که بیشتر از همه خبرساز شد در آستانه انتخابات 92 بود. نه. یعنی وقتی که آقای اسفندیار رحیم مشایی کاندیدا شده بود، هنوز رد صلاحیت نشده بود، کاندیدا شد رد صلاحیتش کردن. در اون زمان به هر حال جست و گریخته این شنیده میشد که در واقع آقای مشایی و تیمشون تهدید کردن که اگر که بخوان رد صلاحیت کنن ایشونو چیزهای ممکنه منتشر بشه. در اون زمان سایت باستاب خبری رو منتشر کرد به نقل از حال اطرافیان آقای مشایی که در واقع اون اطلاعاتی که تهدید به انتشارش وجود داره اینه. بله. نوار گفتگویی بین آقای احمدی نژاد و یکی از مسئولین ارشد کشور که حالا دیگه اشاره نشده بود که کیه، که در اون گفته میشه که 8 میلیون قرار شده به رأی شما اضافه بشه و آقای احمدی نژاد میگه نه این کارو نکنید، ولی اونها میگن ما میخوایم این کارو بکنیم. البته خب طبیعتاً واکنش سریع انتشار این خبر این بود که سایت باستاب در واقع بسته شد و خب دفتر ریاست جمهوری هم تکذیب کرد این رو. ولی در واقع بیشترین وقتی بود که این خبر جلب توجه کرد. خب حالا بعدن دیگه اخیر یعنی جدیدترین زمانش وقتی بود که محمد رضا خاتمی توی یک مصاحبه اشاره کرد بعد از حدود 9 و نیم سال از انتخابات. من. که البته زمان اشاره شدنش هم جالبه دیگه، یعنی بالاخره بعد از یه همچین مدتی این اومده یک همچین اشاره‌ای رو انجام داده در یک مصاحبه و بعد از اینکه این گفته شده بلافاصله قوه قضاییه در واقع مورد پیگرد قرار داده، بعد دادگاه واسه تشکیل دادن، دادگاه اول، دادگاه دوم و گفتن مستندات خودت رو هم در دفاع از خودت و در دفاع از ادعات نمیتونی منتشر بکنی. چرا تا این حد حساس بود بحث تقلب در انتخابات که نتیجهشون اتفاقاتی شد که دیدیم؟ چرا حکومت میتونست به راحتی بیاد بگه باشه بازشماری آرا، بگه دوباره انتخابات رو تجدید بکنه؟ به هر حال سه نامزد دیگه هر سه اعتراض داشتن، همونطور که میگی آقای رضایی هم اعتراض داشت. ببینید به این خاطر که از خط قرمزای شخص آقای خامنه ای بود. یعنی وقتی که آقای خامنه ای به صراحت میاد وسط و میگه که امکان نداره که بشه انتخابات رو نتیجه نهاییش رو زیر سوال برد، طبیعیه که این خط قرمز وضع شده. دستگاه‌های نظام دیگه حالا از بعد از انتخابات تا 10 سال هم بگذره باید بر همون مبنا حرکت بکنن و باید در واقع کسی که بخواد از این خط قرمز بگذره رو درسی بهش بدن که بقیه نیان. نتیجه میده و نتیجه داده. صحبت آقای خامنه ای رو بذار بشنویم، اون همون تکه‌ای هست که راجع به این قضیه صحبت میکنه. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق میکنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100,000، 500,000، 1,000,000. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چه جور میشه تقلب کرد؟ خب طبیعتاً به هر حال این موزه خیلی مشخصه و موزه نظامه و همون چیز بودی که ادامه پیدا کرده. البته اینم باید تاکید کنیم فقط هم ارعاب اون بخشی از حکومت که میگفته این خط قرمزه نبوده. از یه جایی به بعد مصلحت سنجی های اومده وسط، یعنی بخشی از کسانی که معترض به انتخابات 88 بودن هم از یه زمانی به بعد مصلحت سنجی هایی رو داخل داستان کردن. مثلا دم انتخابات 92
از مردم میخواستن دعوت کنن دوباره بیان رأی بدن، مردم میگفتن آخه این چه انتخاباتی 88 مگه اونجوری نشد؟ جواب خیلی از کسانی که منتقد 88 بودن اینجاها رفت که حالا تقلب شد در حدی نبود که نتیجه تغییر پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم اون طرف هم اینجاها رفتن، در نتیجه فشاری که از دو سمت از حکومت وارد اومد این بحث ها رو به حاشیه روند. و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که وقتی که به هر حال حکومت میخواد پنهانکاری کنه، گذشته از اون مصلحت سنجی و فشارها، البته ابزارهای خودش هم داره. مثال‌های متعددی هست، ما فقط اگه به یکیش بخوایم اشاره کنیم، اگه خاطرتون باشه بعد از انتخابات 96 آقای خامنه‌ای در صحبت‌های در واقع قبل سه ماه مونده، ببخشید سه ماه قبل از انتخابات 92، اشتباه گفتم، سه ماه مونده به انتخابات 92، در اول فروردین 92 آقای خامنه‌ای در صحبت‌های گفتش که در انتخابات‌های قبلی کسانی خواستن نتایج رو، ببخشید، سه ماه مونده به انتخابات 96 آقای خامنه‌ای گفتش که در انتخابات‌های قبلی کسانی خواستن در واقع با نتیجه رأی مردم در بیفتن، داشت میگفتش که خب رأی مردم و نظام نمیذاره دستکاری بشه، بعضی‌هاشو شما مطلعید، بعضی‌هاشو مردم مطلع نشدن. و بعد اشاره کرده ایشون به مثلا در اون صحبتش به انتخابات 76 84 88 92. نکته مهمش اینه که 84 88 رو مردم میفهمیدن یعنی چی، ولی آقای خامنه‌ای در این صحبتش 76 و 92 رو هم اشاره میکرد، یعنی در 92 و 76 هم کسانی میخواستن نتیجه انتخابات رو عوض بکنن. 76 هم بخاطری مبهمی مردم داشتن که آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه راجع به تقلب یک هشداری داد، بعد آقای خامنه‌ای گفتش که من از رئیس جمهور محترم پرسیدم، اون وقت آقای هاشمی رئیس جمهور بود، منظورتون چیه؟ گفت نه منظورم چیز خاصی نبود، کلی میگم. همون انتخابات 76 هم الان آقای خامنه‌ای میگه نه یه چیزایی بود، بله، مردم متوجه نشدن. به عبارت دیگه حتی ماها که خبرها رو دنبال میکردیم الان نمیدونیم آقای خامنه‌ای در مورد در فقره 76 و 92 داره مشخصا به چه کسانی و چه، یعنی چه اتفاقی داره اشاره میکنه، که این نشون میده وقتی حکومت به هر حال مبناش بر پنهان کردن باشه واقعا امکان زیادی داره برای اینکه این کار رو انجام بده، ولی اینکه سالها از یک واقعه بگذره. کاری که در مورد 88 هم خب تمام قد سعی کردن انجام بدن، اگرچه هنوز اطلاعاتی هر از گاه درز میکنه. متشکرم همکارم حسین واسانی اینجا با ما در استودیو. اما همونطور که گفتم تأثیرات سیاسی و اجتماعی جنبش سبز به گواهی بسیاری از ناظران جامعه و سیاست ایران رو تغییر داده. بسیاری عقیده دارن که جنبش سبز پایانی بر نوعی از نگاه اصلاح طلبانه و آغاز ناامیدی از هر نوع بهبود در سیاست ایران برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران بوده. برای صحبت بیشتر در این باره دو مهمان دعوت کرده ایم. نیره توحیدی استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از همین ایالت در آمریکا با ماست و مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه پلی‌تکنیک ویرجینیا، ویرجینیا تک از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. از بدین از آقای بروجردی شروع بکنم. آقای بروجردی، شما با این گزاره‌ای که الان گفتم موافق هستید؟ آیا به نظر شما هم میشه گفت که جنبش سبز تأثیر شگرف در وضعیت سیاسی اجتماعی ایران گذاشته؟ بله، من فکر میکنم که بشه از جنبش سبز به عنوان یک سکته سیاسی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته صحبت کرد. به هر حال بزرگترین اعتراضات این 4 دهه رو ما نظاره‌گر بودیم با جنبش سبز. میلیون ها آدم اعتراض کردن اومدن و یکی از شؤون بسیار مهم جمهوریت جمهوری اسلامی، یعنی مسئله رأی دادن مردم، واقعا زیر سوال رفت و تا به حال هم که یک دهه میگذره از این مسئله، جای این مسئله فراموش نشده. و فکر میکنم از بسیاری لحاظ اگرچه ما روزانه راجع به جنبش سبز و تأثیرات آن صحبت نمی کنیم، ولی هنوز در پشت صفحه اتفاقاتی که اونجا هست باش دست به گریبان هستیم و اتفاقات کمی هم نبوده. ببینید اهمیت سیاسیش به نظرم این است که این فقط نیست که مردم اومدن به صحنه، بلکه این جنبش سبز بزرگترین شکاف میان نخبگان حکومتی رو هم رقم زد و این دو تا مسئله با هم همزمان شدن، یعنی یک جنبش اجتماعی و یک شکاف بزرگ و عمیق بین نخبگان و رجال
سیاسی. برای نمونه ما شاهد این هستیم که بعد از این مسئله آقای هاشمی رفسنجانی جایگاه گذشته خودشون رو از دست دادن، آقای خاتمی ممنوع التصویر شدن، افرادی مانند آقای نبوی، آقای اطریانفر و غیره، که آقای ابتهی که سالیان سال شغل‌های مهمی رو در جمهوری اسلامی داشتن، اینها به پاشون به دادگاه کشیده شد و مسائلی مانند این. به نظر من بنابراین میشه گفت بله، این سبب شد که بسیاری اعتماد خودشون رو به این که شما میتونین یک تغییری در جمهوری اسلامی از طریق رأی دادن ایجاد بکنین رو از دست دادین، کما این که فکر میکنم میشه به جرأت اعلام کرد که انتخابات آقای روحانی هم چه در دور اول و چه در دور دوم هم هیچگاه آن شوقی رو که انتخابات سال 88 در میان مردم ایجاد کرده بود دامن نزد. و خانم طاهری، آیا میشه گفت به همین ملاحظه روی در واقع مسائل اجتماعی در ایران، در جامعه ایران هم تاثیر مشابهی داشت؟ بسیاری میگن که اون طیف گسترده‌ای از افراد که در اون انتخابات شرکت کردند در دورهای بعدی مشارکت سیاسی نکردند، ولی آیا در مشارکت‌های اجتماعی، در نگاهی که مردم به کلن به کلیت حکومت پیدا کردند، هم شما تغییری میبینید بعد از 88؟ البته ضمن تایید همه نکاتی که همکار عزیزم دکتر روجردی گفتند، اصولا من فکر میکنم که جنبش سبز یک فرهنگ سیاسی جدیدی رو به اصطلاح گسترش داد در ایران. البته این فرهنگ سیاسی مدنی و حامی دموکراسی و فرهنگ سیاسی که دیگه اسلامگرا نبود، یعنی یک وارد ما یه دوران به قول بعضی از محققین ایرانی پست اسلامگرایی یا پسا اسلامگرایی شدیم، از حتی دوره دوم خرداد شروع شد، چون که خیلی از اصلاح طلبان جنبش سبز رو در واقع نوعی فاز دوم خرداد میدونن. این فرهنگ سیاسی دیگه گفتمانش، ارزشهاش، ارزش‌های طبقه متوسط نوین شهری و تحصیل کرده بود که خیلی خصوصیات محلی، ملی، جهانی داره، یعنی خیلی متأثر از تحولات جهانی، از جهانی شدن، و ارزش‌ها و گفتمان‌های سکولار، عرفی، دموکراتیک مثل حقوق بشر، حقوق زنان، اصولاً اهمیت و ضرورت رأی دادن و اهمیت اینکه رأی من کو، خودش یک شعار بسیار مهم و یک نقطه عطف بزرگی در فرهنگ سیاسی و تاریخ اجتماعی ایرانه. و تغییرات دیگری که گذاشت ناشی از خصوصیات خود این جنبش بود. جنبشی بود که عموماً مدنی بود، خشونت‌گریز بود، در شهرهای بزرگ بود و به خصوص زنان و مردان، فعالیت خیلی چشمگیر زنان که حتی در صف جلوی خیلی از تظاهرات بودند و دیگه از هم جدا نبودند مثل جنبش‌های اسلامی، بلکه مخلوط بود. نمادهایی که این جنبش داشت باز خیلی‌هاش به نوعی زنانه میشه گفت، متأثر از روش‌های جنبش زنان بود. خود حضور یک زن تحصیل کرده مدرن مثل خانم رهنورد، زهرا رهنورد، پا به پای همسرش در این مثلا رهبری نمادین جنبش، و حتی نمادهایی مثل ندا آقا سلطان که از شهدای این جنبش بود، خیلی رنگ و بوی دیگری به مثلا مبارزات در ایران داد. متوجه خانم دکتر تویدی، ولی آیا این رو معذرت میخوام صحبتتون قطع کنم، آیا اینو میشه تعمیم داد به وضعیت حال حاضر کشور؟ چون به نظر میاد که جنبش سبز درست هست که با یه بخشی از طبقه متوسط شهری مملکت ارتباط نزدیک پیدا کرد، کسانی که دنبال شعارهای سیاسی بودن، اما به نظر نمیامد که هرگز تونست با طبقه های فرودست ارتباط بیشتری پیدا بکنه. در بسیاری از بیانیه هایی که مثلا آقای موسوی داشت، یکی از رهبران معترضان، از کارگر میخواست که به این جنبش بپیوستند، از معلمان میخواست که، ولی به نظر میاد که این ارتباط هرگز برقرار نشد. ولی بعدتر مثلا شما بعد از 96 میبینید که اعتراضات اقتصادی هست، بر عدالت محور هست و بیشتر اون بخش از جامعه رو به خیابان آورده. فکر کنید چرا هرگز این ارتباط
ارگانیک برقرار نشد بین این دو؟ ببینید، اولا ما از دو شرایط اقتصادی متفاوت حرف میزنیم. یعنی اگر امروز میبینید مثلا در جنبش دیما اعتراضات عمدتاً اقتصادی هست و طبقات فرودست شرکت دارن، برای اینکه شرایط اقتصادی خیلی بدتر شد. در دوران احمدی نژاد پول نفت بسیاری که وارد ایران شد، بخشش به هر حال به اونها، به خصوص به پایه‌های خودشون در میان افراد فرودست و طبقات فرودست توزیع کردن و اونها رو تا حدی راضی نگه داشته بودن، تا حدی. اما گفتمان دموکراسی خواهی رو معمولا اساسا طبقه متوسط نوین و شهرهای بزرگ شروع میکنه، در همه جا، خاص ایران هم نبود. اگر فرصت میافت جنبش سبز و اینطور بیرحمانه و خشن سرکوب نمیشد، به تدریج مطمئنن کارگران و طبقات فرودست هم به اون میپیوستن. نه تنها اونها هنوز نپیوسته بودن، بخشی از شهرهای دیگه خیلی حضور فعال نداشتن. بخشی از اقوام و فعالین مسائل قومیتی و مذاهب اقلیت‌های مذهبی اونطور که باید حضور سیاسی نمایندگی نداشتن خیلی. اما هیچ کدوم اینا اهمیت جنبش سبز رو کم نمی‌کنه. یادمون باشه که معمولا کلان شهرها و در خیلی از جنبش‌های مدنی و دموکراسی خواهی معمولا نیروهای پیشرو و تحصیل کرده پیش میبرن، گاهی حتی پیش اومده در جنبش ها که 3% 4% فعالین اگر پایداری کنن، اگر سرکوب نشه، میتونن تحول ایجاد کنن. من عذرخواهی میکنم، ما آقای بروجردی در دفتر ما هستن در واشنگتن که اونجا جنب و جوشی برپاست به خاطر اینکه یک خبر فوری در جریان هست. من باید بگم که ظاهرا آماده میشن برای یک سخنرانی از طرف آقای پومپو، واکنشی به حمله به نفتکش ها در خلیج فارس امروز که اون رو دیرتر در ادامه حتما خواهید شنید. عذرخواهی میکنم آقای بروجردی، مجبور شیم جای شما رو هم تغییر بدیم. من خواهش میکنم که شما در مورد تأثیر جنبش سبز بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگید. به نظر میاد که یک طبقه تازه ای از اپوزیسیون بعد از جنبش سبز شکل گرفت که اینها از بدنه معترضان به انتخابات 88 بودند، بعد از اون از ایران خارج شدند، ولی به جای اینکه در اونجا بمونند تبدیل شدند به براندازان جمهوری اسلامی، کسانی که فکر میکنند با این رژیم به هیچ عنوان دیگه نمیشه گفتگو کرد. شما از من میپرسید؟ نه، از آقای بروجردی پرسیدم. بله، به نظر من اتفاقی که افتاد این بود که سرکوب جنبش سبز بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی رو خیلی محافظه کارتر کرد و اونها یه مقدار از خواسته های به اصطلاح بالاتر گذشته خودشون دست کشیدن و به یک چیز پایینتری حاضر شدن قانع بشن. خب و این لزوما خوشایند بسیاری از به خصوص تحلیلگران، فعالین سیاسی جوانتر نبود. به نظر میاد حکومت برای اینکه یه مقدار مشکل خودش رو از دست این افراد به اصطلاح کم بکنه، اجازه داد که بسیاری از این افراد، خبرنگاران، نویسندگان غیره از کشور خارج بشن و خب در خارج از کشور با وجود آزادی بیشتری که وجود داره، بله بسیاری که فکر میکردن نقش پررنگ نهادهای امنیتی، دولت پنهانی که سر کار اومده و نقش خودش رو همونجوری که در بخش اول داشتین میگفتین به خوبی اجرا کرده در دستکاری در آرای انتخابات، به نظر میاد که بسیاری با قطع امید پیوستن به اینکه این حکومت جایی برای تغییر نداره و باید به سمت براندازی رفت. البته خب این یک عکس العمل منطقی هست که آدم میتونه انتظار داشته باشه، ولی اینکه واقعا از لحاظ عملی آیا یه چنین روی کردی امروزه در ایران میتونه جوابگو باشه یا نه، به نظر من خیلی نگاه واقع بینانه ای نیست. یک نمونه خدمتتون بگم در رابطه با همون جنبش سبز. ببینین، چندین ماه بعد از مسئله جنبش سبز، دولت آقای احمدی نژاد تونست و بیاد مسئله سابسیدی ها رو
که یک وبال گردن دولت‌های بعد از انقلاب بوده رو ورداره و یک کار بسیار واقعا عظیمی بود و انتظار نمی‌رفت که دولتی که اینقدر لرزان هست از لحاظ حقانیت خودش به خاطر سرکوب جنبش سبز واقعا توانایی و کارآمدی این مسئله رو داشته باشه. به عبارتی من فکر می‌کنم که در امروزه که یک دهه از جنبش سبز گذشته، ما فقط نمیتونیم به ذکر قهرمانی و یا استقامت رهبرانش مثل آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بسنده بکنیم، بلکه باید واقعا این سوال اساسی‌تر رو مطرح بکنیم که مشکلات یک چنین جنبش اجتماعی چی بود که یا در گذشته و در حال ایران که توانایی به چالش کشیدن حکومت جمهوری اسلامی رو نداشتن. به نظر شما چه بود؟ مشکل جنبش سبز چه بود؟ چون بسیاری مثلا معتقدن جنبش 96 دلیل اینکه همه گیر نشد اینه که سر نداشت، هدایت نمیشد. جنبش سبز این سر را هم داشت، هدایت میشد. چه شد که به نتیجه نمیرسید؟ ببینید، به نظر من اگر ما بخوایم با تحلیلمون رو بر مبنای آنچه که در انقلاب بهمن ماه هست جلو بریم، به نظر میاد که برای پیروزی هر نوع حرکت رادیکال در ایران، شما باید اون حرکت باید در یک سری قشرهای کلیدی جامعه بتونه رخنه بکنه. برای مثال شما باید بتونین در صنف بازاریان، در ارتش و اینها نفوذ بکنه که اونها رو به طرف خودتون بکشونی. کافی نیست که شما فقط بگین که ما یک سری طیف دانشجو جوان رو با خودمون داریم. من یادم در بعد از اینکه مسئله کوی دانشگاه پیش اومده بود، من ایران بودم، از هر کس که میپرسیدی همه میگفتن که برای چه حرکت شکوهمندی از طرف دانشجوها شده، ولی وقتی ازشون میپرسیدی که شما آیا حاضر هستین خودتون برین و در یک چنین اعتراضاتی شرکت بکنین، مردم مایل نبودن، به خصوص طبقه متوسط مایل به مبادرت و به یه چنین امر پرخطری نبود. بنابراین فکر میکنم ریشه یابی در این که ما نتونستیم یک سری قشرها و صنفهای مهم اجتماعی رو به این طرف سوق بدیم، در شکست جنبش‌های مانند جنبش سبز بسیار دخیل بود. خیلی صحبت جالبی کرد آقای بروجردی، چون پیش پای شما من با خانم توحیدی راجع به همین سوال کردم از ایشون که چه شد که در جنبش سبز علارغم خواسته مثلا آقای موسوی در بیانیه‌ها که کارگران بپیوندن، معلمان بپیوندن، این ارتباط چطور برقرار نمی‌شد؟ نظر شما رو هم در مورد این بشنویم. چرا فکر می‌کنید که کارگران، معلمان با این ارتباط برقرار نمی‌کردن با جنبش سبز؟ ببینید، شما برای پاسخ این سوال شما باید برگردید به ساختار نیروی کار رو در ایران نگاه بکنید. بعد از انقلاب به نظر من یک تغییر شگرفی صورت گرفته در ساختار نیروی کار. یعنی اینکه اگر در قبل از انقلاب مدل کارخانه های بزرگ بود با تعداد زیادی کارگر، ما امروزه وقتی به اصطلاح اطلاعاتی که وزارت کار میده در رابطه با ساختار نیروی کار نگاه میکنیم، میبینیم عمده اینها کارگاه هایی هستند که افرادی در حدود مثلا 16 تا 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر در اونجا کار میکنن و شما با یک خیل عظیم کارگران صنعتی که در یک جوری شرکت‌های کلیدی منسجم شده باشن روبرو نیستین و چون این افراد نگرانی خودشون از اینکه جایگزین بشن، از کار بیرون رانده بشن بالاست و سفره‌ها هم خالی‌تر هست، بنابراین اون دغدغه نان شب سبب شده که برای مثال طبقه کارگر خیلی نقش محافظه کارتری در سیاست پیشه بگیره صحیح. تا آنچه که در مقطع انقلاب روبرو بودیم. و خانم توحیدی، به نظر شما تأثیر این اتفاق در واقع جنبش سبز و اعتراضات روی نظامیان و قدرت نظامیان در ایران چه بود؟ بسیاری معتقدند که نظامیان بعد از 88 قدرت رو قبضه کردند. آیا شما با این موافقید یا فکر میکنید که این یک روندی بود که به هر حال آغاز شده بود و به اینجا میرسید؟ خب این روند شروع شده بود، ولی واقعیت اینه که خیلی اوریان در این دوره سرکوبگران اصلی سپاه پاسداران بودن و بسیج و روحانیتی که اون بخش از روحانیتی که کاملا با اینا متحد بود. خود آقای خامنه‌ای رهبر خیلی آشکار اون موقع در کنار اونا ایستاد، با عجله
اعلام کرد نتیجه انتخابات رو به نفع آقای احمدی نژاد که خب کاندیدای مورد نظر خودش بود و خب خیلی هم به مشروعیتش و به حقانیتش ضربه خورد و از چشم خیلی ها هم که توهمی نسبت بهشون داشتن افتاد. یعنی میخوام بگم الان دیگه خیلی واضحه که در ایران حرف آخر رو تفنگ و اسلحه میزنه، یعنی خیلی اوریان شده زور و تحمیل سیاست از طرف سپاه، حتی در سیاست خارجی ما میبینیم که اونا دارن نقش بازی میکنن. اما اگه اجازه بدید من میخواستم بگم که اینها هیچ کدوم به این معنا نیست که اگرچه جنبش سبز سرکوب شد، اگرچه فرصت پیدا نکرد با طبقات پایین هم ارتباط پیدا کنه، که من نقش غیر از اون مسائل ساختاری که آقای بورژرده اشاره کردن، من نقش سرکوب رو خیلی مهم می‌بینم اینجا و تقریب‌ها و دروغ‌هایی که به مردم گفته شد. ولی واقعیت اینه که جنبش سبز شکست نخورد، شکست به معنای تاریخیش میگم، یعنی ناکام موند برای رسیدن به اهدافش، ولی این اهداف کاملا حقانیتشون رو ثابت کردن. یعنی یک برد اخلاقی بود، یک کپیتال، یک سرمایه اجتماعی و سیاسی ایجاد شد و هم پایداری رهبرانشون اینو نشون میدن و هم گفتمانها و مطالبات این جنبش، همچنان حقانیتش، حتی این صحبتهایی که آقای باستانی با روشنگری خیلی دقیق انجام دادن و من به سهم خودم از ایشون خیلی قدردان هستم، نشون میده که هرچی میگذره زمان و اسناد بیشتری رو میشه، حقانیت جنبش سبز و مطالبات اونها، اینکه رأیشون واقعا ثابت میشه. متشکرم خانم نیری. آقای بورژردی، من عذرخواهی میکنم، ما مجبور هستیم که این بحث رو همینجا قطع بکنیم و از شما متشکرم که با صفحه دو همراه بودید. موسیقی